با آقای فرید زولاند هستم، آهنگساز برجسته که در سالهای پیش و پس از انقلاب با بسیاری از چهره های سرشناس موسیقی ایران همکاری داشتند. درود بر شما فرید زولاند. سلام عرض میکنم، بسیار خوشحالم که بعد از چندین سال، یعنی از 2006 به بعد که ما در خدمتتون بودیم در واشنگتن، شما رو میبینیم خوشحال و سرحال در کشور چه میگن لندن و جایی بسیار که من دوست دارم لندن و خیلی. منم همینطور. آقای زولاند 2006 با هم برنامه اجرا کردیم. درسته، بله. بله شما بله. از لس آنجلس تشریف آورده بودید. بله. و میخوام بگم سال نو خودمون بود، مارچ بود. درسته بله. و ماشاءالله هیچ فرقی نکردید. والا یه مقداری خودشو خرب کرد. سن میره بالاتر، این داره فرق میکنن. اما من الحمدلله زیاد فرق نمیکنه. به نظر من هیچ فرقی نکرد. حتی جوان‌تر. مثل آره، مثل قالی کرمون شدیم ما. مثل که خب از 2006 تا حالا 9 سال میگذره، چه خبر، چه کارهای تازه، چه فعالیت‌هایی در لس آنجلس؟ سیر موسیقی که حال نزولی داشته و نسبت به تکنولوژی هرچی رفت بالا، موسیقی بیشتر سقوط کرد و با این وضعیت باز هم با عشق و علاقه که من و همکارای نزدیک من، یعنی منظورم ترانه‌سرای عزیزی مثل اردلان سرفراز، آقای ایرج جنتیتایی، آقای شهر غنبری و اینا دارن و کارشون و عشقی که به مردم دارن، ما داریم، ما کارمونو بالاخره تا جایی در توانمون باشه ادامه میدیم. اما متاسفانه شما میدونین که اقتصاد اولین حرفو در دنیای امروز میزنه در مورد موزیک. اینا هرچی آنلاین شد، نمیدونم سی دی شد، ما امیدوار میشدیم که همه چی بهتر میشه، درست اما روز به روز سقوط کرده و ما سرمایه‌ای که خرج میشه برای یک آلبوم که بین 100 تا 150 هزار دلار پوله و 20 هزار دلارشون بر نمیگرده. آیت الله، این آهنگا که دانلود میکنن روی مثلا اپل سایت میدن، آیتون و اینا، اینا چیزی گیری شما میاد؟ اصلا داستانهای مختلف است، اینقدر است که اگه من 4 ساعتها با شما بشینم صحبت کنم، چون من در پروسه یه مقدار مسائل حق و حقوق همکارانم و خودم هستم، از روی این حساب خیلی چیزها رو کشف کردیم و خیلی چیزها رو متوجه شدیم و بسیار چیزها رو ما اصلا متوجه نبودیم. اگر متوجه بودیم استطاعتی اینو نداشتیم که بتونیم وکیل بگیریم یا دنبال کار ما بریم. اینو مسئله که هست، اول اینکه آیتون یک سری شرکت های غیر مسئول که اینا فقط عقیه اینا دارن که ما کار آخه می شما بزنید که من از اینجا خدمتتون بگم که موسیقی صنعت، چیزی که از هر حصش و از هر قسمتش استفاده میشه و جنریت میکنه مسائل مالی رو و صنعت تبدیل میشه دیگه، مثل رادیو، تلویزیون، کنسرت، آسانسور، نمیدونم هر جایی که موسیقی پخش میشه یک حقوقی برای آتور و اجرا کننده هاشون قائل هستن. بله. و ماها هیچ گونه این مسائل رو مد نظر نمیگیریم. مثلا اومدیم آهنگ رو به صورت کاست به یک کمپانی گفتیم شما اینو منتشر کنین، یه مقدار عقل زمی هم دریافت کردیم. این آقا رفته وقتی که کاست زده، بعد دلش خواسته فرداش سی دی آمده سی دی زده، آنلاین رفته آنلاین زده. اینا که ما یک درگیری هم در سال 97 پیدا کردیم با یکی از این شرکت ها که جالب بود که رفتیم پیش رئیس دادگاه، رئیس دادگاه گفت آقا ایشون به صورت پخشی به شما داده که شما این کاست ها رو پخش بکنین، شما سی دی زدی، ویدیو زدی، دی وی دی زدی، همه این کارا که داری از ایشون اجازه گرفتی، آیا رویالتیشو دادی؟ این رفیق ما برگشت که جواب این آنقدر فکایی بود که اونجا واقعا خندمون گرفت. من واقعا اونجا از حیرت زده مونده بودم که گفت مثلا اینا آمدن گوسفندا رو این تشبیکی کرد، یعنی کاستا گوسفنده، گفت این گوسفندا رو به ما اینا فروختن، حالا براشو میخوان خودشون ببرن. بعد همینجور حالا این وکیلی که انگلیسی میگه، میگه فرید این چی میگه؟ گفتم صدای خیر کلفت اینا که چی میگه اینا؟ من حالا من نمیدونم که به این چی جوری ترجمه کنم که گوسفند چی؟ اینا در صورت اینجوری که هنوزم
یه مقدار وایلیشن های بسیار زیاد موجوده و بسیار جدیه که تا آیتون رو ما با خبر کردیم و یه مقدار تو پروسس هست که وکیلی که داریم که بهشون تمام کپی رو ما کاری که کردیم در این مدت ما تونستیم در حدود 400-500 تا آهنگ که بین آقای شمایزاده، آقای اردمان سرفراز، آقای ایرج جنتی عطایی و من هستش و چند نفر از همکاران دیگه هم ما اینا رو که به صبر رسوندیم دیگه مسائل بر ما این مقدار حل شده که ما این کاغذها رو در اختیار اونا گذاشتیم که اونا دارن تعقیب میکنیم اینا رو و حالا نمیدونیم جریمهشو خودشون میدن از اونا میگیرن چی کار میخوان بکنن بله. البته بعد از این ممکن است که همچین کار بشه اگر مردم لطف کنن و محبت کنن از آیتون یا از یه سایتی که خودمون یک شرکتی که به ثبت رسوندیم ممکن است ما یک جریان بذاریم این آهنگا رو در این تشکیلات بذاریم که مردم بتونن به راحتی دانلود کنن و اون 99 سنت رو از چیزی که لذت میبرم بدن که ما بتونیم کارهای دیگه تولید کنیم. خب حالا بیشتر در مورد این فعالیتتون صحبت میکنیم در طول مصاحبه. میخواستم در ابتدا راجع به کارهای هنری که انجام دادید. ما میدونیم شما بیش از 200 آهنگ ساختین برای خوانندگانی. 240-50 تا آهنگ ساختم. 200 آهنگی بله. برای داریوش، گوگوش، ابی، ستار، خانم هایده، بله بله ماهین، بله بله بله. و جسته گرخته با دوستان دیگه کار کردم اینا. بله من این تعداد آهنگا در مجموع در قبل دوران قبل از انقلاب بوده یا اینکه قبل و بعد؟ بله قبل و بعد از همکاران دیگرمون هم اینجوری. اما چون ما در ایران اگر ببینیم کپی رایت وضعش در ایران در رژیم گذشته میخواستن ایران جز کپی رایت جهانی بشه بعد نشدن. به خاطر چی؟ به خاطر که ترجمه خیلی زیاد بود، کپی میوزیک و این چیزا خیلی زیاد بود در ایران و میلیون ها دلار پول باید از دولت ایران به این ور پرداخت میکردن. روی این حساب نرفتند اونا، منتها یک سری هنرمندای ایرانی هم کلی ضرر دیدن در این مسئله. بله. البته در خود ایران قانون مؤلف و مصنف گذاشتن که اونم چیزای شکسته و اینا بودن و نشسته بودن خودشون یک چیزی نوشته بودن و البته همین قد شده بود که بدون اجازه ما نمیرفتن که مثلا صفحه یا مثلا کاست بزنن. اما در ما کامدیم بیرون بالاخره در این 36-7 سال شدیم سیتیزن آمریکا و یکی شد سیتیزن انگلیس و هر کدوم از هنرمندانی که بیرون از ایران هستن اینا بالاخره تکس پیر شدن از مزایای اون مملکت استفاده کردن و اینا و ما آهنگمون هر چی که ساختیم که ساخته حضور از چکیده چی میگن فکری خودمون بوده ما حق داریم برای این مسئله که ما از شرکت ها از خواننده ها از جایی که دانلود میکنه از اینا بازخواست کنیم که بله. این چجوری یادم اون موقع ایرج خواننده معروف بله بله. در یه مصاحبه اون موقع قبل از انقلاب گفته بود که اگر قانون کپی رایت به ایران بیاد من میلیونر خواهم شد. بله درست میگن، کاملا درست میگن. شما فکر کنید مثلا آقای احمدانیان یار مبارک رو درست کرده. یار مبارک در کدام مراسم ایرانی برای یک بار حداقل برای هر خانواده پلی نشده؟ دقیقاً متوجه شدین؟ البته یک بار پلی شده باشه بهتر، اونا خوشبختن، ممکنه دو بار سه بار هم شده باشه. اما آقای احمدانیان مثلا بیلیونر بود. درسته. اما مسئله که هستش اینجا دیگه شوخی ندارن این داستانه. اینجا برای آتور مخصوصا، برای شاعر، برای آهنگساز، برای نویسنده کتاب، برای اینا بسیار احترام قائلن و اینا بسیار قانونای دارن که البته قانونای یکسان است در همه جا. از نظر این هم کالکولیشنش بسیار آسونه، بسیار راحته. منتها همکاران ما مخصوصا مثلا خواننده ها که امروز درآمده های آنچنانی نجومی دارن انشاءالله بیشترش کنه اینا. منتها اینا باید حق و حقوق ماها رو بلد. مثل این چند چی میگن 30-35 سال گذشته نادیده نگیرن و ما پشت این قضیه هستیم که نمیتونن دیگه نادیده بگیرن. برای اینکه ما چندین بسیار تلاش کردیم که بشینیم با دونه دونشون صحبت بکنیم، حرف بزنیم، بگیم آقا بشینیم ما خودمون حل بکنیم. این قشنگ نیست که این آت
جریان عاطفی ما که با هم داریم و به عشق شما مثلا این آهنگ رو من ساختم یا شعر شاعر گفته اینا و شما خوندین، اینو لطمه بهش بزنیم. اما متاسفانه گفته چی میگن، دور زدن و استاد هستن و همینجور ما رو دور میزنن و بانه های مختلف و بانه های خنددار که بعدم نمیاد چنداش تعریف کنم. مثلا یکی از این خواننده بسیار معروف و لجند گفت فرید جان شما این آهنگا رو با دوستانتون به ثبت برسونین تا میبینین که قانون در مورد چی میگه. گفتم هنرمند نازنین، شما این آهنگایی که از من گرفتین شک دارین که از من گرفتین؟ بله. یعنی ایشون شک داشته که این آهنگ از من گرفته. این خوب این بانه‌های بسیار عجیب و غریبیه. خب میدونم شما نمیخواین در مورد نام خواننده ها صحبت کنید، ولی من به عنوان یک شنونده فکر میکنم کسانی که شما باهاشون همکاری داشتین مثل داریوش، ابی، گوگوش و آقای موهین، اینها فکر میکنم در روی اون صفحه رادار قرار میگیرن. حالا فرض کنید بعضی از این هنرمندا میبینیم که میان وقتی کنسرت هم میدن از شماها تجلیل میکنن، هر آهنگی که پخش میشه میگن مثلا آهنگساز فرید زولان یا مثلا ترانه سرا اردلان سرفراز ایرج جنتی عطایی، ولی آیا فقط باید به همون نام بردن محدود بشه یا اینکه باید واقعا اگر نام بردن اونا برای ماها نون آب میشد حتما بسیار خوب بود. بله، منتها مسئله که هست اون یک چیز اخلاقیه. درست. اون یک پروفشنه، یک آدم پروفشنال از یک هنرمند یاد میکنه و به چقدر زیبایی. مثلا فرض میکنیم یادم نمیره آقای فرانک سیناترای مرحوم آمد گفت که من با پلانکا نشسته بودم در یک جایی نشسته بودیم، جایی بسیار زیبایی بود و این put your head on my shoulder رو بر من درست کرد و من خوندم و اینا و چه اتمسفری خوبی داشتیم. این حالا میخوام شما رو هم در اینجا در کنسرت شما در این شریک بسازم. این کار زیبایی است، یک صحبت است که از اون قدر و منزلت یک خواننده یا یک هنرمند بالا برای نسبت به همکارش اگنالج بکنه که بله. طرف مثلا این کار کرده. اما راجع به مسئله مسائل مادی یک مسئله جداست، این یک مسئله قانونیه، ربط به مسائل هنری نداره. آقای زولان خودتون اول گفتین که با نمیدونم کارهای هنری و اینا زندگی نمیچرخه، باید فعالیت‌های دیگری هم داشت. در کنار کار آهنگسازی چه کارهای دیگه میکنید؟ من والا کار دیگه که تا الان که پیش شما نشستم هیچ کاری نکردم اینا، اما در صدد یک کارهایی هستم کلا ببینم چی میشه. یکی مثلا یک سفر رفتم به افغانستان، گفتیم بریم زادگاهمون رو ببینیم به چی فرم شده و اینا. چطور بود واقعا؟ من که رفتم اونجا خب من از بچگی بسیار سن کم داشتم که اومده بود اینا. اما اون کوچه‌مون و خونه و یک جایی که یادم بیاد، من حافظم خیلی تو بچگی چیزایی یادم مونده، دست نخورده باقی مونده خونه مون، بعض جای همون جز مونده و اینا. مثلا خونه فامیلامون، مثلا عموی من، مثلا اینا رفتیم اونجا در خونه شون رو دیدیم، اینا تغییرات کرده بود اینا، اما اون اتمسفر منو بعض اوقات به گریه انداخت، اینجوری براتون بگم. رفتیم اونجا و بعد گفتن آقا یک کمک، منم گفتم اگه بتونم یک کمک بکنم. با یک دوست دارم در تگزاس که اون یک کمپانی بزرگ آب شیرین و از املاهای میکروبی تصفیه میکنه و اینا که در افغانستان یاد داره، اونو گفتیم که حالا بریم ببینیم که آبو تصفیه کنه تا ببینیم چی میشه. چطور بود افغانستان در مقایسه با اون دوران قبل؟ ببینین افغانستان خب در 35-40 سال گذشته واقعا این مملکت دیگه از این مملکت جنگزده دیگه وجود نداشته و این مردم با مقاومتی که داشتن در مقابل روس واقعا متحدانه جنگیدن و با کمک غرب مملکت آزاد رو. بله البته البته البته. بعدش هم حضورتان عرض کنم که وقتی که اینا روسا رفتن بیرون دیگه یک مقدار مسائل شروع مسائل اینا که در افغانستان تنها مملکتی که بیشتر باعث آزار و اذیت افغانستان شده پاکستانه. بله. که این طالبان سپورت میکنن، طالبان هم بجز فکر میکنم اصلا مقبولیت ندارن در اونجا، دموکراسی فوق العاده خوب اونجا الان صحبت میکنن، البته ایراداتشون همیشه از رئیس
جمهور رو نمیدونم اینا هست، اما یواش یواش متوجه میشن که خودشون هم باید از تلاش داشته باشن. حرکات های بسیار خوب شروع شده، مدارس دایر شده، قسمت زیادی از جوان ها درسشون رو میخوانن و تشنه درس خواندن هستن و یاد گرفتن هستن اینا، و بسیار منو خوشحال کرد. و این رفتن منو مناسبت داشت، مناسبت این بود که برای پدر من یک بنیاد برای پدر من جلیل ظلام در اونجا درست کردن که من اونجا قرار رفتیم اونجا و که وزارت فرهنگ و هنر اینا درست کردن که حالا قرار شده که اونجا یک مجموعه ساخته بشه برای بچه ها و مادرای بی‌بضاعت، که پدرم آرزوش این بود. گفتم پدر جان مدرسه موسیقی چطور اینا؟ گفت نه، گفت یک چیزی یادم نمیره، گفتن که اگر یک مملکت رو بپرسیم خوشبخت کدام مملکت است، گفتن برن ببینید که هنرمندش چجوری زندگی میکنه. برای اینکه همه چیزش باید تامین باشه. بله. تا به موسیقی گوش فراده. موسیقی آخرین چیزیست که میشه. گفت این مردم الان احتیاج دارن که اون مادرایی که جانفشانی کردن و بچه هاشون رو بزنن و شوهرها از بین رفتن اینا، برای اونا کار بکنه. که من در فکر اونم هستم، یک سری برنامه هم در نظر دارم که با همکارانم، کسایی که با من بستگی دارن اینا، که یک برنامه در سالی که دوتا برگزار کنیم برای اینا که بتونیم اینا رو کمک کنیم. و یک سری هم بچه های خیابونی ایران هستش که اونم میخوام که کمک کنیم، منتها منبی صحیحش رو باید از پیدا بکنم. مثلا اینا چه کنیم؟ چند نفر پیشنهاد کردن، آدم های بسیار معتبر و خوب، که این به نفع اون بچه ها تمام بشه، چون با بچه های کار، یعنی برایشون کنسرتی چیزی یک چیزایی در نظر دارم که الان در فکرش هستم که این کار رو مثلا در سال 2016 این کار در یکی دو شهر چی کنیم که پول جمع بشه که بتونیم اینا رو برایشون، برای ایژوکیشنشون، برای اینا من چهار نفرم بتونم کمک کنم، این خودش یک مسئله بسیار مهمه است. اشاره کردیم به دموکراسی در افغانستان. من فکر می‌کنم از برخی جاها در افغانستان پیشرفته‌تر از ایرانه در زمینه دموکراسی. مثلا در مجلس شما 25% کرسی‌ها رو در اختیار خانم ها گذاشتن. در ایران اینطور نیست. فکر میکنم 7-8 کرسی بیشتر. بله درسته. و البته این جریان مبارزه زنهای ایران و زنهای افغانستان، براتون بگم که چی بگن، این تاریخی است. بله. و شجاعتر از مردا هستن واقعا. بسیار با درایت تر به نظر من. بسیار با درایت، بسیار با فکر خوب. و زنای افغانستان هم همینجور. شما فکر کنید که یک خانمی رو به جرمی که کاری رو نکرده بود، مثلا قرآن گفتن آتیش زده، در یک سری اوباش ریختن اینا رو، این خانم رو در جا، بله بله، فرخنده، فرخنده، بله. اما مردم برآمدن بیرون، میلیون ها، بله، همین چند وقت پیش هم همینجور اینا تظاهرات کردن. بله. تلویزیون ها بسیار خوب عمل میکنه. در یک استادیوم ورزشی فکر میکنم یک خواننده ای آمده بود. بله، خواننده های زن میخونن. در ایران اصلا غیر ممکنه همچین اتفاقی. شعلا خواهر من برایش یک دونه آهنگ ساختم به نام دخت افغان. دختر. که شاعرش و شوهرش کشته بود، از بس معروف شده بود. بدسودی کرده بود، شوهر کشته بود. البته در زمان گذشته، قبل از این که افغانستان مثلا به اصطلاح با آزادی برسه اینا، این اتفاق افتاده. بعد این شعر دست من رسید به نام دخت افغان، کار کردم، شعلا خواهرم خونده و بسیار هم در افغانستان و حتی در ایران خیلی استقبال شدن، چون از آزادی خواهی زن ایران هم در ویدیویش استفاده کرده بودن در خود تلویزیون افغانستان. نیست شوقی که زبان باز کنم، از چی بخوانم من که منفور زمانم، چی بخوانم چی نخوانم، چی بگویم سخن از شد که زهر است بکامم، وای از آن مشت ستمگر که بکوبیده دهانم. نیز غم خوار مرا در همه دنیا که بنازم، چی بگیریم چی بخندم، چی بمیرم چی بمانم. شما میدونستیم مثلا در ایران کتاب هایی که ممنول چاپه میرن در افغانستان چاپ میکنن؟ بله. و اینا دوباره به قاچاق میارن ایران. یعنی افغانستان از این لحاظ هم حتی
جلوتر از این بله بله. خب منم چی میگن، منم خدا آهنگساز فارسی زبان رو میدونم، اگه یک جا چاپ نکنه یک جای دیگه چاپ کنه. داشتم به لیست آهنگا نگاه میکردم، آهنگایی که شما ساختین، یه چند تاشو خودتون نام ببرین برای کسانی که ممکنه شما رو به نام نشناسن ولی آهنگ به آهنگا بشناسن. مثلا خانم گوگوش براشون برای مشهورترین کارهایتون چی بوده؟ برای خانم من مرهم رو در فیلم در امتداد شب براش ساختم، نمیدونم پرسش رو ساختم براش قبل از انقلاب اینا، شکایت دیگه به دادم برسه اش دریغ اسمش بود، یکی هم از اون روزا تا امروز یه عمری که میگردم دنبال اون کسی که تو اون روزا گم کردم، که هنوز هم چی بگن به اصطلاح آدم و شیر میتونه مال امروز هم باشه. بله. و در آمریکا که ایشون اومدن من سه چهار تا کار دیگه برشون کردم، یکی سزاواره، یکی بارانه، یکی هم منم اون ایرانم، یکی هم که اگر گوگوش آدم شوخیه ما گفتیم شیری اردران گفت که اگر دیوانگی کردم دلم خواست. آره که اگر دنیا دوباره برگردم این کارا رو میکنم. اگر دیوانگی کردم دلم خواست، ز خود بیگانگی کردم دلم خواست، اگر که اعتماد چشم بسته به خصم خانگی کردم دلم خواست، اگر تا اوج خود سوزی پریدم نظر کرده به بال عشق بودم، اگر لفتش نه از دریا گذشتم به دنبال زلال عشق بودم، اگر دیوانگی کردم دلم خواست ز خود بیگانگی کردم دلم خواست، اگر که اعتماد چشم بسته به خصم خانگی کردم دلم خواست. برای داریوشم که خوب من در ایران شقایق و یاوره میشم و منو بیامگان به سر شود و قلنده رو در این ورام که دیگه نون و پنیر سبزی و دیگه های مردم دنیا و نازنین و عادسه و چکاوک و کجای این جنگل شب پنهون میشی خورشیدکم، پشت کدوم صد سکوت هر می کشی چکاوکم، چرا به من شک می کنی من که منم برای تو، لبریزم از عشق تو و سرشارم از هوای تو. برای ادیام همچنان عسل و دلتنگی در ایران بود و با برج و سفر در این برام که دیگه آهنگای زیاده مثل ستاره دنباله دار، گریز، بله. محتاج. امروز که محتاج تو جای تو خالیست، فردا که میایی به سراغم نفسی نیست، در من نفسی نیست، نفسی نیست، در خون کسی نیست، نکن امروز را فردا، بیا با ما که فردا در این دنیا کسی چیزی نمیداند. فرید چگونه هستش آهنگایی که در ایران ساختین، هم شما ساختین هم ترانه‌سرایی مثل اردلان و اینا آقای جنتی عطایی، اینها ماندگارتر از ترانه‌هایی هستن که در خارج ساخته شدن؟ چرا فکر میکنید؟ این سوال است که همیشه این سوال میشه، منتها این سوال باید یک تعامل میخواد برای اینکه زمان ازش که بگذره. مثلا من آهنگ ساختم به نام حادثه، چون هم سفر عشق شدی مرد سفر باش. آمدن گفتن که آقا این چرا مثل آهنگ مثلا
قلندر نشده. دقیقا. در صورتی که مثل قلندر هم شده، الان هم مردم بسیار دوست دارن، یا مثلا نازنین. این زمان است که تایید میکنه که کدام آهنگ درست است و کدام این. آهنگی که ازش بیشتر گذشته همیشه مد نظره. وقتی شما جلو بیاین بقیه رو میبینه که به اون میپیونده. بله. پشت سر هم. کنسرت هایی که میذارن این خواننده های برجسته ایرانی بیشتر آهنگ های قبل از انقلابشون رو فکر کنم اجرا میکنن. بله اونو چیزایی که جا اجرا شده مثلا خب شما فکر کنید مثلا آهنگایی که ما اینجا اجرا کردیم خب بسیار آهنگایی هم بوده که بدون اونا یک یعنی درسته که از سابق و با اینا این مردم یک ارتباط مخصوص میگیرن. موسیقی موسیقی فرار هنر وقتی که شعر موسیقی اینا کتاب اینا فراره. وقتی که شما مردم رو جلب کردی و مردم رو شوندی و تو رو گوش دادن، موسیقی تو گوش دادن یا شعر تو گوش دادن یا کتاب تو خوندن تا میگن فلان کتاب میذاره کنار. دلیلش اینه که این کتاب نمیکشه ازش تا پایین. اون جذابیتش از دست میده. آهنگساز و ترانه‌سرا و شاعر کارش اینه که این جذابیت روز به روز روشن‌تر و براق‌تر و بهتر و به ذهن میمونه و اینا. باید یک کسی که آهنگساز هستش باید از فکر اینه بکنه که من این ملودی که میسازم که از قواعدی برخورده هستش در ذهن مردم حق باید بشه. اون موقع که این کار ماندگار میشه. شما آهنگسازی درسته که تحصیلاتش درسته که نالج خیلی خیلی مهمه، استعداد واقعا مهمه که اون نباشه اصلا نالج به درد نمیخوره. بله. و آهنگسازی و هنر یک لحظه است، یک موتیوه، دو تا میزان سه تا میزانی که درست میشه اون خودش تکلیف روشن میکنه تا تر که این آهنگ به چه صورته تولید میشه و چجوری و این آهنگ چطوری به ذهن میمونه. با ترانه سراهای داخل ایران با آهنگساز اینا ارتباط داری؟ من والا اخیرا میدونی که معینی کرمانشاهی. بله بله بسیار متاسف شدم. بله اتفاقا با دوستانمون صحبت کردیم اینا حرف زدیم اینا بسیار متاثر شدیم چون این مرد بسیار در زمان خودش هر کدوم واقعا اینا زمان زحمت کشیدن و شعرهای ماندگارو ترانه های ماندگار گفتن و اینا قابل قدر است و اونا بودن که ما وجود داریم. من امروز یک گله‌ای که از جوانای داخل ایران امروز دارم اینه که به اصطلاح گذشته شون رو میخوان فراموش کنن و از همون امروز شروع کنن و این متاسفانه به بن‌بست میرسونن بچه ها رو و اون باروری که باید داشته باشن و اگنستی یاد گرفتن نباید برن. خب من فکر میکنم حکومت هم مقصر در این میان. اونا نمیخوان که در گذشته به یاد بچه ها بیاد. فرض کنید آهنگای فرانک سیناترا الان در آمریکا شما هنوزم آهنگای فرانک سیناترا سالیان سال پخش خواهد شد. بله. 100 سال 200 سال بعد سال. ولی در ایران فرض کنید آهنگ ویگن رو که نمیذارن پخش بشه که آهنگای مثلا بله. اما خب چی میگن اینترنت و اینا این در اختیارشون هست اینا خیلی آسان تره. مثلا بنده آقای پرویز مقصدی رو در تمام تاریخ زندگی ممکنه 4 بار 5 بار دیده بودم اما همیشه کاراشو فالو میکردم. بله. واروژان همچنان، مثلا پرویز عطابکی رو همچنان، مثلا این آدما بودن که ماها این از اونا یاد گرفتیم، از اونا بارور شدن یاد گرفتیم. اما متاسفانه امروز زیاد این چیزو من نمیبینم. به خاطر همین هم است که تولیدات ایران از نظر موسیقی به نظر من خیلی میتونه پیشرفته تر از این باشه و بسیار بهتر از این باشه. ترانه سراها با چیزو بعدش هم اینه که این که لس آنجلسی و خارج از ایران و داخل از ایران ایرانی در همه جا ایرانی، فارسی زبان در همه جا فارسی زبانه. این حرفا بر من معیار نیست. آهنگی که من در این ور میسازم در ایران میلیون ها گوش میدن. چطوری گوش میدن؟ از میرای اینترنت و از این چیزا گوش میدن کارو و استقبال ازش میکنن و
درسته که نمیتونن به اون صورتی که باید سپورت بکنن، نمیتونن، اما امروز هم در ایران بسیار آدم ها هستن که میتونن سپورت بکنن از رای همین هایی تو اونو نمیدنید. در صورت اونجا هم یک بساط اصلش ممیزی خیلی زیاده، بچه های با استعداد سانسور منظورتون؟ بله بله، و بچه های با استعداد زیرزمینی که میگن فوق‌العاده‌اند، نوازنده ها فوق‌العاده‌اند، بعضی تنظیم کننده ها رو بسیار دوست میدارم اینا. اما من حالا کار با اون تا اونجا انجام با اونجا انجام ندادم، گرچه حتی دوستانی هستن، جوانایی هستن که دوست دارن کار منو تنظیم کنن و به من مراجعه میکنن اینا، اما دست گرفته این کارو میکنم. یک گفتگویی که با اردلان سرفراز چند ماه پیش در فرانکفورت داشتم به یک مسئله اشاره میکرد که در ایران این اشعاری که همین جوانها درست میکنن و اینا رو میفرستن به خارج از کشور، اینها مورد تایید وزارت ارشاد باید قرار گرفته باشه اینها، یعنی میگفتش به نوعی وزارت ارشاد کنترل میکنه که چی ساخته بشه و حتی در خارج از کشور چی اجرا بشه. بله، اول اینکه من خودم بسیار طرفدار این هستم و بودم و خواهم بود که بچه‌ای که در ایران هستن با خوانندهای اینور کار کنن، ما با اونا کار بکنیم، این آزادی وجود داشته باشه که ما کار کنن. اما من خوشحال می شدم که این خواننده هایی که با ما کار کردن در یک وقت با اونا کار می کردن که ما باشون کار می کردیم. ما وقتی که مسائل قانون و مسائل اینا رو پیش کشیدیم، خواننده هایی که ما باشون درگیریه که نمیتونم بگم عقاق خواهی داریم باشون، یا یه مقدار توجه با اونور کردن، اما متاسفانه این شعرا ای که اومده اینور، این شعرا میگن و میشنوم که اینا تایید شدی اونجاست. بله. من تعجب میکنم که مثلا فرض میکنه من فرید زولان برای داریوش آهنگ میسازم، برای ابی گو آهنگ میسازم، برای گوگوش آهنگ میسازم، من در ایران نمیتونم اتا اسم منو بیارن، یا اسم اردلان سرفرازه یا ایرج جنتی عطایی یا شهریار قنبری رو بیارن و ما نمیتونیم با اونا کار کنیم. اینا چطوری میتونه اینجا کار بکنن، اونجا هم کار میکنن و راحت هم زندگی میکنن، این علتش چیه؟ بعد مطالب شعرهایی که دوستان ما در اینجا خوندن، شماره که مطالعه کنیم میبینیم که در ایش یک زخمایی وجود داره که بعدها در میاد. اگر اردلان سرفراز یا آقای ایرج جنتی ساعتها مصرف میکنن که مثلا آقای داریوش از زبان چی در بیاد، چی بخونه، این گفته خود آقای داریوش خدایگان پشت صحنه بوده که اینا رو تعیین و درست کردن و گذاشتن جلوشون، مجریای خوبی بودن، اکتورای خوبی بودن، خوب خدای راه دادن. بله. حالا یعنی فکر میکنید که الان خواننده های ایرانی هر چی به دستشون برسه، چون فرض کنید مجانی هم باشه، چه بهتر میخونن؟ بله، میبینید که میخونن. براشون محتوا زیاد مهم نیست؟ من مهم نیست، من نمیگم که نخونن، من اصلا مخالف این نیستم که از میگم در زمانی که ما با اینا کار میکردیم. بله. و مسئله فر بود، میتونستن اون از اونجا کار بگیرن، اما ما وقتی که استاب کردیم کار کردن و با این خواننده های تا حق و حقوق خود رو بگیریم، کارشون از اونجا گرفتن زیادتر شد. برای که اینا فکر کردن که ممکنه ما جلوی اینا رو بگیریم برای خوندن این آهنگا ما که بتونن اونا رو اجرا بکنن. بله. اما اینا بیخبر از این مسئله بودن که اون کارهایی که ما برای اینا درست کردیم روی اونا میچرخن. و این کنسرت اگر ما اعلام بکنیم که مثلا این آهنگایی که ما ساختیم، تمام این لیستایی که مثلا حالا چند تا دونه شما برای شما گفتم، مال من، مال آقای حسن شمایی زاده، مال آقای اردلان سرفراز، آقای ایرج جنتی عطایی و دوستان دیگه، بزرگ و نازنین دیگه مثل شهریار قنبری، اینا چیزی ندارن بخونن. ما اعلام بکنیم آقا شما این هنرمند برنامه اجرا میکنه، جای اجرا بکنه، اگر ما به توافق نرسیم باید کار بکنیم که ما اعلام بکنیم به مردم، به کنسرت گذار، به سالون، به همه جا که این آهنگا اجرا نمیشه و ما بلیت فروش نمیره. خب اون دیگه مشکل خودشونه. که یکی از خواننده‌ها گفتن که آقا خپس شما نظریم، ما میریم یار مبارک میخونیم. گفتم شما به مرحوم همدانی خانواده‌اش باید از پول بدی، حقشو باید بدی تا اونا رو بخونی.
خب شنیدم یک سازمانی در مثل که خودتونم فرمودید در لس آنجلس ایجاد کرده، انجمن بله. ترانه سرایان و آهنگسازان ایرانی. خب این چه کار میخواد بکنه؟ این دست یک وکیل مجرب انترتینمنت که الان هم با داستانهای ما رو بعد از اینکه کارامون همش به ثبت رسیده و ما هم که الان با شما صحبت میکنیم تا وقتی که این کار به بنبست نخورده، دادگاه نرفته، بتونیم با این هنرمندان که ما سالها کار کردیم، بسیار هم دوستشون داشتیم و اونا رو ما فکر میکردیم که ما رو دوست دارن، روی اون حساب ما بشینیم باشون صحبت کنیم که آقا قانون اینه میگه. بله. شما هیچ گونه چیز دیگه غیر از قانون به ما محبت نکن، محبت کن قانون رعایت کن. ما چیز اضافه نمیخوایم از کسی. هر چی که قانون کپی رایت میگه، یعنی آفریننده رو پروتکت میکنه یا پشتیبانی میکنه، شما این رعایت بکن دیگه ما مسئله با شما نداریم. و بعد من فرید زولان یا ایرج جنتی حتایی، آقای اردنان سرفراز، آقای حسن شمایی‌زاده، ما برای شما آهنگ می‌سازیم که شما بهتر برنامه اجرا کنید، شما کارهای جدید بهتر بکنید، ما این چرخ موسیقیمون هم خوب داره میچرخه. اما شما نمیتونی که از من بی خبر بشینی شب $200,000 جیبت بذاری بری خونت. آقای سولند، آیا هیچ تحقیق کردین ببینیم مثلا خواننده‌های غربی وقتی یک آهنگ اجرا می‌کنن چقدرش سهم آهنگ ساز؟ قانون این، این قانون نه، میدونم یک عدد و رقمی چی درصدی عدد و رقمش دست وکیله، دست دادگاه و دست یک دفتر، دفتر کپی رایت که شما باز کنه میبینه که حدوداً میتونیم بگیم ممکنه 10%، ممکنه 20%، ممکنه 30%، حد اکثر 30%. بله 30%. بله. بله مثلا ممکنه حالا ما میتونیم توافق داشته باشیم یه چیزی کمتر، اما مسئله این نیست که من بیام بگم خب من آهنگساز میخوام برم روی استیج آهنگا رو پخش کنم، اما خواننده رو بگم آقا من به شما مربوط نیستیم، پول من گرفته میرم خونم، حقشون چه، یا سی دی منتشر بکنم خواننده حقشو نگیره. چرا نگیره؟ خب راجع به فعالیت فعلیتون بگین الان با کدوم خواننده من که در حدود 10 سال پیش ما یک قرارداد بستیم، بلکه هم بیشتر، با آقای داریوش به نام آلبوم صفر، که تا امروز در حدود 7 تا 8 آهنگش رو تمام کردیم، دو تای آخریش هم ضبط کردیم بهش دادیم و این طول دادن هم نمیدونم داریوش دوست داره که این آلبومو همینجوری یواش یواش ایدونه که من برم لس آنجلس بهشون یک گوش زده بکنم بگم آقا جان شما یک آلبوم از من خریدین، باید تا صد چیز زودتر اینو منتشر بکنی، چون یک تایمینگ داره همه اینا، قوانین بعد شما یک اجازه هایی میده. چند تا آهنگش؟ در 8 آهنگه. 8 آهنگه. اینا رو که دو تا آهنگش مونده و مردم هم ای از من میپرسن که آقا این آلبوم صفر چی شد و ما رفته بودیم پیش چی حضرت ایوب، نمیدونم صبر ایوب گفتن دارین و نمیدونم بساط اینا. یک آلبومی هم هست که با آقای سرفراز اخیراً به بازار رفت. همین آلبوم همین نیست، همین هستش. همین آلبوم صفره. همین آلبوم صفره که ندادن بیرون. همین اشعار شما آقای اردنان سرفراز است. بله. و حضورتون عرض کنم که ایشون دونه دونه میده بیرون و هر وقت مثل که کموا میشن یک دونه شو میدن بیرون. به جایی که یه دفعه بدن اینا بیرون، در صورت حالا که بریم با ایشون صحبت میکنیم که آقا جان اینو بدیم بیرون یا اینکه به مردم اعلام میکنم که ما این آلبوم رو تحویل دادیم، از من دیگه سوال نکنن. و بعدش هم ایشون نمیتونن آهنگی که من مثلا 3 سال پیش ضبط کردم امروز بدن بیرون، بعد بگن مال تولید امروزه. 3 سال 4 سال پیش تا امروز ساوندا خیلی فرق میکنه، اتمسفر کار خیلی فرق میکنه، دوباره باید ضبط بشه، نمیدونم اینا، اینو از این مسئله جلو بگیرن. چیزی معمول هستش که مثلا آهنگو نگه دارن کردن این کارو؟ من بنده برای ما آقای داریوش این آلبوم کشتام میشه، من مثلا بعض آهنگا رو به شما نشون میدم 3 بار ضبط کردم. بله. 4 بار ضبط کردم. بله. به خاطر چی؟ به خاطر گذر زمان. خب دیگه با کدوم خواننده؟ و راستین خواننده جوانی که من بسیار دوستش میدارم برای اینکه رعایت او چی میگن مال امروز این بچه و در این ورم بزرگ شده و بسیار هم قشنگ میخونه، یک آلبوم آماده کردیم که اتفاقا اشعار بسیار زیبایی داره که مثلا یکی از اشعار آقای ایرج جنتی عطایی هم هستش که اسم آلبومش هم گذاشتیم پروانگی. پروانگی اسم اون شعر هستش، پروانگی، و اسم آلبومش هم پروانگی باشه که انشالله به زودی منتشرش خواهیم کرد.
پدرم مزرعه داشت، بذر باران می کاشت، فصل خرمن از خاک برکت بر می داشت. آسمان در هم شد، باغ در ماتم شد، بغض گل شبنم شد، شاخه نور شکست، آب دریا کم شد. با خواننده های زن فعالیتی نداری؟ خواننده زن زیاد به ما محل نمیذارن. کیو باید دید؟ نه چرا، محل میذارن اما من فعلا فرصت چه ندارم. بله، بعد یکی دو تا خواننده بسیار، و یه خبری که از اولین بار بر شما بگم، یک دختر خانم اومده از ایران که الان اروپاست، دارم میاد آمریکا و من قرار باش کار کنم، یک صدای بی نظیری، یعنی من نمیگم شبیه هایده اما در اون اشلا. اسمش؟ اسم داره انتخاب نکردیم. اگر این اسمی هم برای شما گفتن به من بگین که اون اسم براش بذاریم. خانمی است که بسیار زیبا میخونه، بسیار تاثیرگذار. از کجا دارن میان آمریکا؟ از ایران آمدن اروپا هستن الان. بله، از اروپا الان میان آمریکا. اونجا من کاراشون رو ضبط میکنم اینا، و یکی دوتا خواننده جوانه دیگه است که باشون کار میکنیم دیگه. بیشتر از این که نمیتونیم کار بکنیم. چند وقت در لندن خواهید بود؟ من لندن انشالله تا جمعه اینجا هستم خدمتتون. آقای زولان، هیچ وقت فکر کردین به ایران سفر کنین؟ خب شما افغان هستید، گذرنامه افغان دارید. قربونه تو برم. مشکل براتون به وجود بیاد؟ گذرنامه ایرانی هم دارم، قربونه تو. گذرنامه ایرانی دارید؟ نه، من بله مشکله. بله. یعنی یکی از دوستای من گفت، گفت که من اینا، گفت فرید نهایی بهتر. من خب من سال 80 ما شروع کردیم گردید وطن غرقه اندوه و مهن، وای ای وای وطن وای، خیزید روید از پی تابوت کفن، وای ای وای وطن وای، چون در کشور ما سر به سوزان از پاسخ گر بپرسی از عدالت، هر رای دیگر بود مسدود جز رای رزالت. خب اینا رو ما گفتیم، اینا حتی اسم ما رو نمیذارن. و جالب بود که یکی دو سال پیش یک نویسنده و یک کارگردان بسیار موفق افغان با من در تماس شد و گفت من یه فیلم دارم میسازم اینا، که داستانش این بود که یک دختر افغان و یک پسر ایرانی با هم عاشق و معشوق میشن اینا، و یه خط داستان زیبایی داشت اینا. یه تیکش که خوندم اصلا همینجور رفته بودن که این پسر ایرانی کوشش میکرد به لهجه اون صحبت کنه، اون به لهجه این صحبت کنه. بعد قرار بود موسیقیش رو من بسازم اینا، و بعد از مدتی خوب بسیار هم دوست داشتم که این کار انجام بدم، متاسفانه که ایشون با من یک نامه نوشت که فرید جان من چون این فیلمو در ایران دارم فیلم برداری میکنم و کار میکنم اینا، اجازه ندارن که شما این موسیقی این فیلمو بسازین. و من گفتم که اینا گفتن یک شرطه که اسمشو مثلا نذارین، بعد مثلا اینو بذارین. گفتم نه، پس من منصرف میشم، یک کسی رو بذارین که اسمش باشه اینا. خب وقتی که در این حد باشه، خب پس ما تکلیف ما روشنه دیگه، قربونت. کاملا. در صورت خیلی خوشحال شدم که بعد از 9 سال تونستم شما رو آقای زولان ببینم. خیلی براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. امیدوارم در این کیس جدیدی هم که داریم با خواننده ایرانی، این یک خیلی خوب شد که نگفتین. شما یه تاکید داره که خیلی مهمه برام که مردم اینو، ما و پیشکسوتای من ترانه نوین آوردیم تا اینجا، ما به یک سرانجام برسونیمش که آیندگان ما از این مسئله محروم دیگه نباشن. آهنگساز ما، ترانه سرامون، هنر اون مملکت روز به روز پیشرفت کنه، و خواننده هامون بدونن که بدون آفریننده موسیقی و شعر کاری نمیتونن انجام بدن. یک بدعتی گذاشته باشه در این زمین، این مسئله باید باشه برای بلد. همه باشه که بگن فردا نشه که ما فردا بریم بگم آقا اینا چه آدمایی بودن، همه کارا رو کردن، چرا این کارو نکردن. بلد. که حتی مد نظر دارم که این قانون تصویب بشه، همون کتاب قانونی که اینجا هست
و هنرمندانی که داخل هستن بفرستن با ترجمه اینا که اینا بخونن اگر بتونن اونجا تصویب بکنن اینو. فکر نمی کنم که این یک چیز غیر قانونی یا بد باشه، قطعاً برای این جوانایی که کار میکنن بتونن از این دستاوردی که دارن استفاده بکنن. سپاسگزارم. قربونتون برم. خیلی ممنونم. قربونش برم. داشته باشه که ما کار کنن. اما من خوشحال می شدم که این خواننده هایی که با ما کار کردن در یک وقت با اونا کار می کردن که ما باشون کار می کردیم. ما وقتی که مسائل قانون و مسائل اینا رو پیش کشیدیم، خواننده هایی که ما باشون درگیری که نمیتونم بگم عقاق خواهی داریم باشون، یا یه مقدار توجه به اونور کردن، اما متاسفانه این شعرهایی که اومده اینور، این شعرها میگن و میشنوم که اینا تایید شدی اونجاست. بله. من تعجب میکنم که مثلا فرض میکنه من فرید زولان برای داریوش آهنگ میسازم، برای ابی گو آهنگ میسازم، برای گوگوش آهنگ میسازم، من در ایران نمیتونم حتی اسم منو بیارن، یا اسم اردلان سرفرازه یا ایرج جنتی عطایی یا شهیار غنبری رو بیارن و ما نمیتونیم با اونا کار کنیم. اینا چطوری میتونه اینجا کار بکنن، اونجا هم کار میکنن و راحت هم زندگی میکنن؟ این علتش چیه؟ بعد مطالب شعرهایی که دوستان ما در اینجا خوندن، شماره که مطالعه کنه میبینید که درش یک زخمایی وجود داره که بعدها در میاد. اگر اردلان سرفراز یا آقای ایرج جنتی ساعتها مصرف میکنن که مثلا آقای داریوش از زبان چی در بیاد، بله، چی بخونه. این گفته خود آقای داریوش خدایگان پشت صحنه بوده که اینا رو تعیین و درست کردن و گذاشتن جلوشون. مجریای خوبی بودن، اکترای خوبی بودن، خوب خدا ارائه دادن. بله. حالا فکر میکنید که الان خواننده های ایرانی هر چی به دستشون برسه، چون فرض کنید مجانی هم باشه، چه بهتر میخونن؟ بله، میبینید که میخونن. براشون محتوا زیاد مهم نیست؟ حتما مهم نیست. من نمیگم که نخونن، من اصلا مخالف این نیستم که از میگم در زمانی که ما با اینا کار میکردیم، بله، و مسئله فر بود، میتونستن اون از اونجا کار بگیرن. اما ما وقتی که استاپ کردیم کار کردن و با این خواننده‌های تا حق و حقوق خود رو بگیریم، کارشون از اونجا گرفتن زیادتر شد. برای که اینا فکر کردن که ممکنه ما جلوی اینا رو بگیریم برای خوندن این آهنگا ما که بتونن اونا رو اجرا بکنن. بله. اما اینا بیخبر از این مسئله بودن که اون کارهایی که ما برای اینا درست کردیم روی اونا میچرخن. و این اگر ما اعلام بکنیم که مثلا این آهنگایی که ما ساختیم، تمام این لیستایی که مثلا چند تا دونه شما برای شما گفتم، مال من، مال آقای حسن شمایی زاده، آقای اردلان سرفراز، آقای ایرج جنتی عطایی و دوستان دیگه، بزرگ و نازنین دیگه مثل شهیار غنبری، اینا چیزی ندارن بخونن. ما اعلام بکنیم آقا شما این هنرمند برنامه اجرا میکنن، جا اجرا بکنه. اگر ما با توافق نرسیم باید کار بکنیم که ما اعلام بکنیم به مردم، به کنسرت گذار، به سالون، به همه جا که این آهنگا اجرا نمیشه. و ما بلیت فروش نمیره. خب اون دیگه مشکل خودشونه. که یکی از خواننده ها گفتن که آقا خپس شما نظریم، ما میریم یار مبارک میخونیم. گفتم شما به مرحوم همدانی خانوادهش باید از پول بدی، حقشو باید بدی تا اونا رو بخونی. خب شنیدم یک سازمانی در مثل که خودتونم فرمودید در لس آنجلس ایجاد کردن، انجمن ترانه سرایان و آهنگسازان ایرانی. درست. این چه کار میخواد بکنه؟ این دست یک وکیل مجرب انترتینمنت که الانم با داستانای ما رو بعد از اینکه کارامون همش به ثبت رسیده و ما هم کلان با شما صحبت میکنیم، تا وقتی که این کار به بنبست نخورده، دادگاه نرفته، بتونیم با این هنرمندان که ما سالها کار کردیم، بسیار هم دوستشون داشتیم و اونا را ما فکر میکردیم که ما را دوست دارن، روی اون حساب ما بشینیم باشون صحبت کنیم که آقا قانون اینه میگه. بله. شما هیچ گونه چیز دیگه غیر از قانون به ما محبت نکن، محبت کن قانون را رعایت کن. ما چیز اضافه نمیخوایم از کسی. هرچی که قانون کپی رایت میگه، یعنی آفریننده رو پروتکت میکنه یا پشتیبانی میکنه، شما این رعایت بکن، دیگه ما مسئله‌ای با شما نداریم. و بعد من فرید زولان یا ایرج جنتی عطایی
آقای اردنان سرفراز، آقای حسن شمایی‌زاده، ما برای شما آهنگ می‌سازیم که شما بهتر برنامه اجرا کنید، شما کارهای جدید و بهتر بکنید، ما این چرخ موسیقیمون هم خوب داره میچرخه، اما شما نمیتونی که از من بیخبر بشینی شب 200 هزار دلار جیبت بذاری بری خونت. آقای سولند، آیا هیچ تحقیق کردیم ببینیم مثلا خواننده‌های غربی وقتی یک آهنگ اجرا میکنن چقدرش سهم آهنگ ساز؟ قانونه این قانون نه میدونم یک عدد و رقمی چی درصدی عدد و رقمش داری؟ دست وکیل، دست دادگاه و دست یک دفتر کپی رایت که شما باز کنه میبینه که حدودا میتونیم بگیم ممکنه 10 درصد، ممکنه 20 درصد، ممکنه 30 درصد، حد اکثر 30 درصده. 30 درصد بله. بله. مثلا ممکنه حالا ما میتونیم توافق داشته باشیم اون چیزی کمتر، اما مسئله این نیست که من بیام بگم خب من آهنگساز میخوام برم روی استیج آهنگا رو پخش کنم، اما خواننده رو بگم آقا من به شما مربوط نیستیم، پول من گرفته میرم خونم، حقشون چه، یا سی دی منتشر بکنم خواننده حقشو نگیره. چرا نگیره؟ خب راجع به فعالیت فعلیتون بگین الان با بله. کدوم خواننده من که در حدود 10 آلبوم چیزی در بله 10 سال پیش ما یک قرارداد بستیم، بلکه هم بیشتر، با آقای داریوش به نام آلبوم صفر که تا امروز در حدود 7 تا 6 تا 7 تا 8 آهنگش رو تمام کردیم، دو تای آخریش هم ضبط کردیم بهش دادیم، و این طول دادن هم نمیدونم داریوش دوست داره که این آلبومو همینجوری یواش یواش ایدونه که من برم لس آنجلس بهشون یک گوش زده بکنم بگم آقا جان شما یک آلبوم از من خریدین، باید تا صد چیز زودتر اینو منتشر بکنی، چون یک تایمینگ داره همه اینا قوانین، بعد شما یک اجازه هایی میده. چند تا آهنگش در 8 آهنگه 8 آهنگه اینا رو که دو تا آهنگش مونده و مردم هم ای از من میپرسن که آقا این آلبوم صفر چی شد، و ما رفته بودیم پیش چی حضرت ایوب، نمیدونم صبر ایوب گفتن داره اینو، نمیدونم بساط اینا. یک آلبومی هم هست که با آقای سرفراز اخیرا به بازار، همین آلبوم، همین هستش، همین آلبوم صفره، همین آلبوم صفره که ندادن بیرون، همین اشعارش مال آقای اردن سرفراز هست. بله. و حضورتان عرض کنم که ایشون دونه دونه میده بیرون و هر وقت مثل که کم هوا میشن یک دونشو میدن بیرون به جایی که یه دفعه بدن اینا بیرون، در صورت حالا که بریم با ایشون صحبت میکنیم که آقا جان اینو بدیم بیرون، یا اینکه به مردم اعلام میکنم که ما این آلبومو تحویل دادیم، یه از من دیگه سوال نکنن، و بعدش هم ایشون نمیتونن آهنگی که من مثلا 3 سال پیش ضبط کردم امروز بدن بیرون، بعد بگن مال تولید امروزه، 3 سال 4 سال پیش تا امروز ساوندا خیلی فرق میکنه، اتمسفر کار خیلی فرق میکنه، دوباره باید ضبط بشه، نمیدونم اینا، اینو از این مسئله جلوگیری کنه. چیزی معمول هستش که مثلا آهنگو نگه دارن کردن این کار من بنده برای من آقای داریوش این آلبوم کشتا میشه، من مثلا بعض آهنگا رو به شما نشون میدم 3 بار ضبط کردم، 4 بار ضبط کردم، به خاطر چی؟ به خاطر گذر زمان. خب دیگه با کدوم خواننده؟ و راستین خواننده جوانی که من بسیار دوستش میدارم برای اینکه روایت او چی میگن مال امروز این بچه و در این ورم بزرگ شده و بسیار هم قشنگ میخونه. با آقای فرید زولاند هستم، آهنگساز برجسته که در سالهای پیش و پس از انقلاب با بسیاری از چهره های سرشناس موسیقی ایران همکاری داشتند. درود بر شما فرید زولاند. سلام عرض میکنم، بسیار خوشحالم که بعد از چندین سال، یعنی از 2006 به بعد که ما در خدمتتون بودیم در واشنگتن، شما رو میبینیم خوشحال و سرحال در کشور چه میگن لندن، و جایی بسیار که من دوست دارم لندن رو خیلی. منم همینطور. آقای زولاند 2006 با هم برنامه اجرا کردیم. درسته. بله. بله شما از لس آنجلس تشریف آورده بودید. بله. خواهم بگم سال نو خودمون بود، مارچ بود. درسته. بله. و ماشاءالله هیچ فرقی نکردید. والله یه مقداری چرا خر گیر سن میره بالاتر این داره فرق میکنه، اما من الحمدلله زیاد فرق نمیکنه. به نظر من هیچ فرقی نکرده، حتی جوان‌تر. مثل آره مثل قالی کرمون شدیم ما. خب از 2006 تا حالا 9 سال میگذره، چه خبر، چه کارهای تازه، چه فعالیت‌هایی در لس آنجلس؟ سیر موسیقی که حال نزولی داشته و نسبت به تکنولوژی هرچی رفت بالا موسیقی بیشتر سقوط کرد، و با این وضعیت باز هم با عشق و علاقه که من و همکارای نزدیک من، یعنی منظورم ترانه سرای عزیزی مثل اردنان سرفراز، آقای ایرج جنتی عطایی، آقای شهر قنبری و اینا دارن، با کارشون و عشقی که به مردم دارن ما داریم،
ما کارمونو بالاخره تا جایی در توانمون باشه ادامه میدیم. اما متاسفانه شما میدونین که اقتصاد اولین حرفو در دنیا امروز میزنه در مورد موزیک اینا. هرچی آنلاین شد، نمیدونم سی دی شد، ما امیدوار میشدیم که همه چی بهتر میشد، درست اما روز به روز سقوط کرده و ما سرمایه‌ای که خرچ میشه برای یک آلبوم که بین 100 تا 150 هزار دلار پوله و 20 هزار دلارشون بر نمیگرده. آیت الله، این آهنگا که دانلود میکنن روی مثلا اپل سایت میدن، آیتون و اینا چیزی گیری شما میاد؟ اصلا داستانهای مختلف از اینقدر است که اگه من 4 ساعت ها با شما بشینم صحبت کنم، چون من در پروسه یه مقدار مسائل حق و حقوق همکارانم و خودم هستم، از روی حساب خیلی چیزها رو کشف کردیم و خیلی چیزها رو متوجه شدیم و بسیار چیزها رو ما اصلا متوجه نبودیم. اگر متوجه بودیم استطاعتی اینو نداشتیم که بتونیم وکیل بگیریم یا دنبال کارمون بریم. اینا مسئله که هست، اول این که آیتون یک سری شرکت های غیر مسئول که اینا فقط عقیده دارن که ما کار آخه می شما بزنید که من از اینجا خدمتتون بگم که موسیقی صنعت، چیزی که از هر حسش و از هر قسمتش استفاده میشه و جنریت میکنه مسائل مالی رو به صنعت تبدیل میشه دیگه، مثل رادیو، تلویزیون، کنسرت، آسانسور، نمیدونم هر جایی که موسیقی پخش میشه یک حقوقی برای آتور و اجرا کننده هاشون قائل هستن. بله. و ماها هیچ گونه این مسائل رو مد نظر نمیگیریم. مثلا آمدیم آهنگ رو به صورت کاست به کمپانی گفتیم شما اینو منتشر کنین، یه مقدار عقل زمی هم دریافت کردیم. این آقا رفته وقتی که کاست زده، بعد دلش خواسته فرداش سی دی آمده سی دی زده، آنلاین رفته آنلاین زده اینا، که ما یک درگیری هم در سال 97 پیدا کردیم با یکی از این شرکت ها که جالب بود که رفتیم پیش رئیس دادگاه. رئیس دادگاه گفت آقا ایشون به صورت پخشی به شما داده که شما این کاست ها رو پخش بکنین، شما سی دی زدی، ویدیو زدی، دی وی دی زدی، همه این کارا که دای از ایشون اجازه گرفتی، آیا رویالتیشو دادی؟ این رفیق ما برگشت که جوابی این آنقدر فکایی بود که اونجا واقعا خندمون گرفت. من واقعا اونجا از حیرت زده مونده بودم که گفت مثلا اینا آمدن گوسفندا رو این تشبیکی کرد، یعنی کاستا گوسفنده، گفت این گوسفندا رو به ما اینا فروختن، حالا براشو میخوان خودشون ببرن. بعد همینجور حالا این وکیلی که انگلیسی میگه میگه فرید این چی میگه؟ گفتم صدای خیر کلفت اینا که چی میگه اینا؟ من حالا من نمیدونم که به این چجوری ترجمه کنم که گوسفند جوری اینا، در صورت اینجوری که هنوزم یه مقدار وایلیشن های بسیار زیاد موجوده و بسیار جدیه که تا آیتون رو ما با خبر کردیم و یه مقدار تو پروسس هست که وکیلی که داریم که بهشون تمام کپی رو ما کاری که کردیم در این مدت، ما تونستیم در حدود 400-500 تا آهنگ که بین آقای شمایزاده، آقای اردمان سرفراز، آقای ایرج جنتی عطایی و من هستش و چند نفر از همکاران دیگه، ما اینا رو که به صبر رسوندیم دیگه مسائل بر ما این مقدار حل شده که ما این کاغذها رو در اختیار اونا گذاشتیم که اونا دارن تعقیب میکنیم اینا رو، والا نمیدونیم جریمش رو خودشون میدن، از اونا میگیرن چی کار میخوان بکنن. بله. البته بعد از این ممکن است که همچین کار بشه اگر مردم لطف کنن و محبت کنن از آیتون یا از یه سایتی که خودمون یک شرکتی که به ثبت رسوندیم، ممکن است ما یک جریان بذاریم این آهنگا رو در این تشکیلات بذاریم که مردم بتونن به راحتی دانلود کنن. بله. و اون 99 سنت رو از چیزی که لذت میبرم بدن که ما بتونیم کارهای دیگه تولید کنیم. طبعا. خب حالا بیشتر در مورد این فعالیتتون صحبت میکنیم در طول مصاحبه. میخواستم در ابتدا راجع به کارهای هنری که انجام دادید. ما میدونیم شما بیش از 200 آهنگ ساختین برای خوانندگانی. 240-50 تا آهنگ ساختم. 200 آهنگی بله. برای داریوش، گوگوش، ابی، ستار، خانم هایده، بله بله، موهین، بله بله، و جسته گرخته با دوستان دیگه کار کردم اینا.
بله من... این تعداد آهنگ ها در مجموع در قبل دوران قبل از انقلاب بوده یا اینکه قبل و بعد بله قبل و بعد از همکاران دیگرمون هم اینجوری، اما چون ما در ایران اگر کپی رایت وضعش در ایران در رژیم گذشته میخواستن ایران جز کپی رایت جهانی بشه، بعد نشدن. به خاطر چی؟ به خاطر که ترجمه خیلی زیاد بود، کپی میوزیک و این چیزا خیلی زیاد بود در ایران و میلیون ها دلار پول باید از دولت ایران به این ور پرداخت میکردن. روی حساب نرفتن اونا، منتها یک سری هنرمندای ایرانی هم کلی ضرر دیدن در این مسئله. بله. البته در خود ایران قانون مؤلف و مصنف گذاشتن کنم یه چیزایی شکسته و اینا بودن و نشسته بودن خودشون یک چیز نوشته بودن، و البته همه قد شده بود که بدون اجازه ما نمی رفتن که مثلا صفحه یا مثلا کاست بزنن، اما در ما کامدیم بیرون بالاخره در این 36-7 سال شدیم سیتیزن آمریکا. که میایی به سراغم نفسی نیست، در من نفسی نیست، نفسی نیست، در خون کسی نیست، نکن امروز را فردا، بیا با ما که فردایی نمیماند، که از تقدیر و فال ما در این دنیا کسی چیزی نمیداند. فرید، چگونه هستش آهنگایی که در ایران ساختین، هم شما ساختین هم ترانه سرارهایی مثل اردلان و اینا آقای جنتی عطایی، اینها ماندگارتر از ترانه هایی هستن که در خارج ساخته شدن، چرا فکر میکنید؟ این سوال است که همیشه این سوال میشه، منتها این سوال باید یک تعامل میخواد برای اینکه زمان ازش که بگذره. مثلا من آهنگ ساختم به نام حادثه، چون هم سفر اش شدی مرد سفر باش. آمدن گفتن که آقا این چرا مثل آهنگ مثلا قلندر نشده؟ دقیقاً. در صورتی که مثل قلندر هم شده، الان هم مردم بسیار دوست دارن، یا مثلا نازنین، این زمان است که تایید میکنه که کدام آهنگ درست است و کدام این. آهنگی که ازش بیشتر گذشته همیشه مد نظره. وقتی شما جلو بین بقیه رو میبینه که به اون میپیونده. بله. پشت سر هم. کنسرت هایی که میذارن این خواننده های برجسته ایرانی، بیشتر آهنگ های قبل از انقلابشون رو بکنم اجرا میکنم. بله، اونو چیزایی که جا اجرا شده، مثلا خب شما فکر کنیم مثلا آهنگایی که ما اینجا اجرا کردیم، خب بسیار آهنگایی هم بوده که بدون اونا یک، یعنی درسته که از سابق و با اینا مردم یک ارتباط مخصوص میگیرن. موسیقی موسیقی فرار، هنر وقتی که شعر موسیقی اینا کتاب اینا فراره، وقتی که شما مردم رو جلب کردی و مردم رو شوندی و تو رو گوش دادن، موسیقی تو گوش دادن یا شعر تو گوش دادن یا کتاب تو خوندن، تا میگن فلان کتاب میذاره کنار، دلیلش اینه که این کتاب نمیکشه زش تا پایین، اون جذابیتش رو از دست میده. آهنگساز و ترانه‌سرا و شاعر کارش اینه که این جذابیت روز به روز روشنتر و براق‌تر و بهتر و به ذهن میمونه و اینا. باید یک کسی که آهنگ ساز هستش باید از فکر اینه بکنه که من این ملودی رو که میسازم که از قواعد برخورد هستش در ذهن مردم حک باید بشه. اون موقع که این کار ماندگار میشه. شما آهنگ سازی درسته که تحصیلاتش، درسته که نالج خیلی خیلی مهمه، استعداد واقعا مهمه، که اون نباشه اصلا نالج به درد نمیخوره. و آهنگسازی و هنر یک لحظه است، یک موتیوه، دو تا میزان سه تا میزانی که درست میشه اون خودش تکلیف روشن میکنه تا تا که این آهنگ به چه صورت تولید میشه و چجوری و این آهنگ چطوری به ذهن میمونه.
با ترانه‌سراهای داخل ایران، با آهنگسازا اینا ارتباط داری؟ من والا اخیرا میدونی که معینی کرمانشاهی، بله بله، بسیار متاسف شدم. بله، ما اتفاقا با دوستانمون صحبت کردیم، اینا حرف زدیم، اینا بسیار متاثر شدیم، چون این مرد بسیار در زمان خودش، هر کدوم واقعا اینا زمان زحمت کشیدن و شعرهای ماندگار رو، ترانه های ماندگار گفتن و اینا قابل قدر است و اونا بودن که ما وجود داریم. من امروز یک گله‌ای که از جوانای داخل ایران امروز دارم اینه که به اصطلاح گذشتهشون رو میخوان فراموش کنن و از همون امروز شروع کنن و این متاسفانه به بنبست میرسونن بچه رو و اون باروری که باید داشته باشن و اگنست یاد گرفتن نباید برن. خب من فکر میکنم حکومت هم مقصر در این میان، اونا نمیخوان که در گذشته به یاد بچه‌ها بیاد. فرض کنید آهنگای فرانک سیناترا الان در آمریکا، شما هنوزم آهنگای فرانک سیناترا سالیان سال پخش خواهد شد، 100 سال 200 سال بعد از حالا، ولی در ایران فرض کنید آهنگ ویگن رو که نمیزدن پخش بشه که آهنگای مثلا اما خب چی میگن اینترنت و اینا این در اختیارشون هست، اینا خیلی آسان‌تره. مثلا بنده آقای پرویز مقصدی رو در تمام تاریخ زندگی ممکنه 4 بار 5 بار دیده بودم، اما همیشه کاراشو فالو میکردم. بله، واروژان همچنان، مثلا پرویز عطابکی همچنان، مثلا این آدما بودن که ماها این از اونا یاد گرفتیم، از اونا بارور شدن یاد گرفتیم. اما متاسفانه امروز زیاد این چیزو من نمیبینم، به خاطر همین هم از که تولیدات ایران از نظر موسیقی به نظر من خیلی میتونه پیشرفته تر از این باشه و بسیار بهتر از این باشه. ترانه سراها با چیزو بعدش هم اینه که این که لس آنجلسی و خارج از ایران و داخل از ایران، ایرانی در همه جا ایرانیه، فارسی زبان در همه جا فارسی زبانه، این حرفا بر من معیار نیست. آهنگی که من در این ور میسازم در ایران میلیون ها گوش میدن. چطوری گوش میدن؟ از میرای اینترنت و از این چیزا گوش میدن کارو و استقبال ازش میکنن و درسته که نمیتونن به اون صورتی که باید سپورت بکنن نمیتونن، اما امروز هم در ایران بسیار آدم ها هستن که میتونن سپورت بکنن از رای همی هایی تونه نمیدنید چه. در صورت اونجا هم یک بساط اصلش ممیزی خیلی زیاده، بچه های با استعداد، سانسور منظورتون؟ بله بله، و بچه های با استعداد زیرزمینی که میگن فوق العادن، نوازنده ها فوق العادن، بعضی تنظیم کننده ها رو بسیار دوست میدارم اینا. اما من تالا کار به اونجا انجام ندادم، گرچه حتی دوستانی هستن، جوانایی هستن که دوست دارن کار منو تنظیم کنن و به من مراجعه میکنن اینا، اما دست گرفته این کارو میکنم. یک گفتگویی که با اردلان سرفراز چند ماه پیش در فرانکفورت داشتم به یک مسئله اشاره میکرد که در ایران این اشعاری که همین جوانها درست میکنن و اینا رو میفرستن به خارج از کشور، اینها مورد تایید وزارت ارشاد باید قرار گرفته باشه، اینها یعنی میگفتش به نوعی وزارت ارشاد کنترل میکنه که چی ساخته بشه و حتی در خارج از کشور چی اجرا بشه. بله، اول اینکه من خودم بسیار طرفدار این هستم و بودم و خواهم بود که بچه‌هایی که در ایران هستن با خواننده‌های اینور کار کنن، ما با اونا کار بکنیم، این آزادی وجود که یکی شد سیتیزن انگلیس و هر کدوم از هنرمندانی که بیرون از ایران هستن، اینا بالاخره تکس پیر شدن، از مزایای اون مملکت استفاده کردن و اینا و ما آهنگمون هر چی که ساختیم که ساخته حضور از چکیده چی میگن فکری خودمون بوده، ما حق داریم برای این مسئله که ما از شرکت ها، از خواننده ها، از جایی که دانلود میکنه از اینا بازخواست کنیم. بله. که یادم اون موقع ایرج خواننده معروف، بله بله، در یه مصاحبه اون موقع قبل از انقلاب گفته بود که اگر قانون کپی رایت به ایران بیاد من میلیونر خواهم شد. بله، درست میگن، کاملا درست میگن. شما فکر کنید مثلا آقای احمدانیان یار مبارک درست کرده. یار مبارک در کدام مراسم ایرانی برای یک بار حداقل
و در خانواده پلی نشده. دقیقاً. متوجه شدین؟ البته یک بار پلی شده باشه بهتر، اونا خوشبختن، ممکنه دوبار سه بار هم شده باشه. اما آقای عمدانیان مثلا بیلیونر بود. درسته. اما مسئله که هستش اینجا دیگه شوخی ندارن این داستانه. اینجا برای آتور مخصوصاً، برای شاعر، برای آهنگساز، برای نویسنده کتاب، برای اینا بسیار احترام قائلن و اینا بسیار قانونای دارن که البته قانونای یکسان است در همه جا. از نظر اینم کالکولیشنش بسیار آسونه، بسیار راحته. منتها همکاران ما مخصوصا مثلا خواننده ها که امروز درآمده های آنچنانی نجومی در من نجومی بله دارن، انشاءالله بیشترش کنه اینا. منتها اینا باید حق و حقوق ماها رو بله. مثل این چند چه میگن 30 سال 35 سال گذشته نادیده نگیرن و ما پشت این قضیه هستیم که نمیتونن دیگه نادیده بگیرن. برای اینکه ما چندین بسیار تلاش کردیم که بشینیم با دونه دونشون صحبت بکنیم، حرف بزنیم، بگیم آقا بشینیم ما خودمون حل بکنیم. این قشنگ نیست که این جریان عاطفی ما که با هم داریم بله. و به عشق شما مثلا این آهنگ رو من ساختم یا شعر شاعر گفته اینا و شما خوندین، اینو لطمه بهش بزنیم. اما متاسفانه گفته چی میگن دور زدن و استاد هستن و همینجور ما رو دور میزنن و بانه های مختلف و بانه های خنده دار که بعدم نمیاد چنداش تعریف کنم. مثلا یکی از این خواننده های بسیار معروف و لجند گفت فری جان شما این آهنگا رو با دوستانتون به ثبت برسونین تا میبینیم که قانون در مورد چی میگه. گفتم هنرمند نازنین شما این آهنگایی که از من گرفتین شک دارین که از من گرفتین؟ بله. یعنی ایشون شک داشته که این آهنگ از من گرفته. این خوب این بانه‌های بسیار عجیب و غریبیه. خب میدونم شما نمیخواین در مورد نام خواننده ها صحبت کنید، ولی من به عنوان یک شنونده فکر میکنم کسانی که شما باهاشون همکاری داشتین مثل داریوش، ابی، گوگوش و آقای موهین، اینها فکر میکنم در روی اون صفحه رادار قرار میگیرن. حالا فرض کنید بعضی از این هنرمندا میبینیم که میان وقتی کنسرت هم میدن از شماها تجلیل میکنن، هر آهنگی که پخش میشه میگن مثلا آهنگساز فرید زولان یا مثلا ترانه سرا اردلان سرفراز ایرج جنتی عطایی. ولی آیا فقط باید به همون نام بردن محدود بشه یا اینکه باید واقعا اگر نام بردن اونا برای ماها نون آب میشد حتما بسیار خوب بود بله. منتها مسئله که هست اون یک چیز اخلاقیه. درسته. اون یک پروفشن، یک آدم پروفشنال از یک هنرمند یاد میکنه و به چقدر زیبایی مثلا فرض میکنیم یادم نمیره آقای فرانک سیناترای مرحوم آمد گفت که من با پلانکا نشسته بودم در یک جایی نشسته بودیم، جایی بسیار زیبایی بود و این put your head on my shoulder رو بر من درست کرد و من خوندم و اینا و چی اتمسفر خوبی داشتیم. این حالا میخوام شما را هم در اینجا در کنسرت شما در این شریک بسازم. این کار زیبایی است، یک صحبت است که از اون قدر و منزلت یک خواننده یا یک هنرمند بالا برای نسبت به همکارش اگنالج بکنه که بله. طرف مثلا این کار کرده. اما راجع به مسئله مسائل مادی یک مسئله جداست، این یک مسئله قانونیه، ربط به مسائل هنری نداره. آقای زولان خودتون اول گفتین که با نمیدونم کارهای هنری و اینا زندگی نمیچرخه، باید فعالیت‌های دیگری هم داشت. در کنار کار آهنگسازی چه کارهای دیگه میکنید؟ من والا کار دیگه که تا الان که پیش شما نشستم هیچ کاری نکردم اینا، اما در صدد یک کارهای هستم که حالا ببینم چی میشه. یکی مثلا یک سفر رفتم به افغانستان، گفتیم بریم زادگاهمون رو ببینیم به چی فرم شده بینه و چطور بود واقعا. ولی من که رفتم اونجا خب من از بچگی بسیار سن کم داشتم که اومده بود اینا، اما اون کوچه‌مون و خونه و یک جایی که یادم بیاد، من حافظم خیلی تو بچگی و چیزا یادم مونده، دست نخورده اونجا... باقی مونده خونه مون، بعضی جای همون جز مونده و اینا. مثلا خونه فامیلامون، مثلا عموی من مثلا اینا، رفتیم اونجا در خونه شون دیدیم اینا، تغییرات کرده بود اینا، اما اون اتمسفر منو بعض اوقات به گریه منداخت، اینجوری براتون بگم. رفتیم اونجا و بعد گفتن آقا یک کمک، منم گفتم اگه بتونم یک کمک بکنم. با یک دوست دارم در تگزاس که اون یک کمپانی بزرگ آب
شیرین و از املاهای میکروبی تصفیه میکنه و اینا که در افغانستان یاد داره اونو گفتیم که حالا بریم ببینیم که آبو تصفیه کنه تا ببینیم چی میشه. چطور بود افغانستان در مقایسه با اون دوران قبل؟ ببینین افغانستان خب در 35-40 سال گذشته واقعا این مملکت دیگه از این مملکت جنگ زده دیگه وجود نداشت و این مردم با مقاومتی که داشتن در مقابل روس واقعا متحدانه جنگیدن و با کمک غرب آزاد غرب. بله. البته بعدش هم حضورتان عرض کنم که وقتی که اینا روسا رفتن بیرون دیگه یک مقدار مسائل شروع و مسائل اینا که در افغانستان تنها مملکتی که بیشتر باعث آزار و اذیت افغانستان شده پاکستانه که این طالبان سپورت میکنن. طالبان هم بجز فکر میکنم اصلا مقبولیت ندارن در اونجا. دموکراسی فوق العاده خوبه اونجا الان صحبت میکنن، البته ایراداتشون همیشه از رئیس جمهور رو نمیدونم ایناست، اما یواش یواش متوجه میشن که خودشون هم باید از تلاش داشته باشن. حرکات های بسیار خوب شروع شده، مدارس دایر شده، قسمت زیادی از جوان ها درسشون رو میخوانن و تشنه درس خواندن هستن و یاد گرفتن هستن اینا و بسیار منو خوشحال کرد. و این رفتن منم مناسبت داشت، مناسبت این بود که برای پدر من یک بنیاد برای پدر من جلیل زولان در اونجا درست کردن که من اونجا قرار رفتیم اونجا و که وزارت فرهنگ هنر اینا درست کردن که حالا قرار شده که اونجا یک مجموعه ساخته بشه برای بچه ها و مادرای بی‌بضاعت که پدرم آرزوش این بود. گفتم پدر جان مدرسه موسیقی چطور اینا؟ گفت نه، گفت یک چیزی یادم نمیره، گفتن که اگر یک مملکت رو بپرسیم خوشبخت کدام مملکت است، گفتن برن ببینه که هنرمندش چجوری زندگی میکنه. برای اینکه همه چیزش باید تامین باشه. بله. تا به موسیقی گوش فراده. موسیقی آخرین چیزیست که میشه. گفت این مردم الان احتیاج دارن که اون مادرایی که جان فشانی کردن و بچه هاشون رو و شوهرها از بین رفتن اینا برای اونا کار بکنه، که من در فکر اونم هستم. یک سری برنامه هم در نظر دارم که با همکارانم کسایی که با من بستگی دارن اینا که یک برنامه در سالی که دوتا برگزار کنیم برای اینا که بتونیم اینا رو کمک کنیم. و یک سری هم بچه های خیابونی ایران هستش که اونم میخوام که کمک کنیم، منتها منبی صحیحش رو باید از پیدا بکنم. مثلا اینا چه کنیم؟ چند نفر پیشنهاد کردن، آدم های بسیار معتبر و خوب، که این به نفع اون بچه ها تمام بشه، چون با بچه های کار یعنی براشون کنسرتی چیزی یک چیزهایی در نظر دارم که الان در فکرش هستم که این کار رو مثلا در سال 2016 این کار در یکی دو شهر چی کنیم که پول جمع بشه که بتونیم اینا رو برایشون برای ایجوکیشنشون برای اینا من چهار نفرام بتونم کمک کنم. این خودش یک مسئله بسیار مهمه است. اشاره کردیم به دموکراسی در افغانستان. من فکر می‌کنم از برخی جاها در افغانستان پیشرفته‌تر از ایرانه در زمینه دموکراسی. مثلا در مجلس شما 25% کرسی‌ها رو در اختیار خانم‌ها گذاشته. در ایران اینطور نیست. فکر می‌کنم 7-8 کرسی بیشتر. بله درسته. البته این جریان مبارزه زنهای ایران و زنهای افغانستان براتون بگم که این تاریخی است. بله. و شجاعتر از مردها هستن واقعا. بسیار با درایت‌تر به نظر من. بسیار با درایت، بسیار با فکر خوب. و زنهای افغانستان هم همینجور. شما فکر کنید که یک خانمی رو به جرمی که کاری رو نکرده بود، مثلا قرآن گفتن آتیش زده، در یک سری اوباش ریختن اینا، این خانم رو در جا فرخونده. اما مردم برآمدن بیرون، میلیون ها همین چند وقت پیش هم همینجور اینا تظاهرات کردن. تلویزیون ها بسیار خوب عمل میکنن. در یک استادیوم ورزشی فکر میکنم یک خواننده آمده بود. بله، خواننده های زن میخونن. در ایران اصلا غیر ممکنه همچین اتفاقی. شلا خواهر من برایش یک دونه آهنگ ساختم به نام دخت افغان. که شاعرش و شوهرش کشته بود، از بس معروف شده بود بدسودی کرده بود شوهر کشته بود. البته در زمان گذشته قبل از این که افغانستان مثلا به اصطلاح با آزادی برسه اینا، این اتفاق افتاده بود. بعد این شعر دست من رسید به نام دختر افغان، کار کردم. شعلا خواهرم
خونده و بسیار هم در افغانستان و حتی در ایران خیلی استقبال شدن، چون از آزادی خواهی زن ایران هم در ویدیویش استفاده کرده بودن در خود تلویزیون افغانستان. نیست شوقی که زبان باز کنم از چی بخوانم، من که منفور زمانم، چی بخوانم چی نخوانم، چی بگویم سخن از شد که زهر است بکامم. وای از آن مشت ستمگر که بکوبیده دهانم. نیز غم خوار مرا در همه دنیا که بنازم، چی بگیریم چی بخندم، چی بمیرم چی بمانم. شما میدونستیم مثلا در ایران کتاب هایی که ممنوع چاپه میرن در افغانستان چاپ میکنن؟ بله. و اینا دوباره به صورت قاچاق میارن ایران. بله. یعنی افغانستان بله. از این لحاظ هم حتی جلوتر از این بله هستش. بله. خب منم چی میگن، منم خدا آهنگساز فارسی زبان رو میدونم، اگه یک جا چاپ نکنه یک جای دیگه چاپ کنه. داشتم به لیست آهنگا نگاه میکردم، آهنگایی که شما ساختین، یه چند تاشو خودتون نام ببرین برای کسانی که ممکنه شما رو به نام نشناسن ولی آهنگ با آهنگا بشناسن. مثلا خانم گوگوش براشون برای مشهورترین کارهایتون چی بوده برای خانم؟ من مرهم رو در فیلم در امتداد شب براش ساختم، نمیدونم پرسش رو ساختم براش قبل از انقلاب اینا، شکایت دیگه به دادم برسه اش دریغ اسمش بود، یکی هم از اون روزا تا امروز یه عمری که میگردم دنبال اون کسی که تو اون روزا گم کردم، که هنوز هم چی بگن به اصطلاح آدمو شیر میتونه مال امروز هم باشه. بله. و در آمریکا که ایشون اومدن من 3-4 تا کار دیگه براشون کردم، یکی سزاواره، یکی بارانه، یکی هم منم اون ایرانم، یکی هم که اگر گوگوش آدم شوخیه، ما گفتیم شیر اردلان گفت که اگر دیوانگی کردم دلم خواست. آره که اگر دنیا دوباره برگردم این کارا رو میکنم. اگر دیوانگی کردم دلم خواست، ز خود بیگانگی کردم دلم خواست، اگر که اعتماد چشم بسته به خصم خانگی کردم دلم خواست، اگر تا اوج خود سوزی پریدم نظر کرده به بال عشق بودم، اگر رفتش نه از دریا گذشتم به دنبال زلال عشق بودم، اگر دیوانگی کردم دلم خواست، ز خود بیگانگی کردم دلم خواست، اگر که اعتماد چشم بسته به خصم خانگی کردم دلم خواست. برای داریوش هم که خوب من در ایران شقایق و یاوره میشه اومن و بیامگان به سر شود و قلندر و در این ورام که دیگه نون و پنیر و سبزی و دیگه های مردم دنیا و نازنین و عادسه و چکاوک و کجای این جنگل شب پنهون میشی خورشیدکم، پشت کدوم صد سکوت هر می کشی چکاوکم، چرا به من شک می کنی، من که منم برای تو، لبریزم از عشق تو و سرشارم از هوای تو. برای ادیام همچنان عسل و دلتنگی در ایران بود و با برج و سفر در این برام که دیگه آهنگای زیاده مثل ستاره دنباله‌دار، گریز، محتاج.